درود بر بینندگان خوب برنامه زرتشت. آرتیم سهورا هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی و به نکاتی پرداخته میشه در این برنامه که به نوعی به هویت ایرانی و فرهنگ و تاریخ ایران مربوط میشه، به خصوص از دیدگاه زرتشتی و از باورهای فلسفی و نگاه و جهانبینی ایرانی. در نگاه زرتشت، همونطور که احتمالاً در خیلی از برنامه‌های پیش از این ما دربارش گفتگو کردیم، اهمیت خوب زیستن بسیار تاکید شده. تاکید شده بر تلاش و سازندگی و آباد کردن جهان و تولید ثروت. در نگاه زرتشت به همراهی با اجتماع و استفاده از یک زندگی جمعی خوشبخت تاکید بسیار زیادی شده. زرتشت دانایی و خردورزی را از ویژگی‌های بارز عنصر ایرانی می‌دونه و به پرورش و آموزش روحیه نگهداری از زیست بوم، نگهداری از منابع آب و خاک و هوا و آتش، درخت، جانداران بسیار بسیار تاکید شده و تلاش کرده زرتشت که این باورها رو به نسل‌های پس از خودش هم منتقل کنه و این اهمیت رو قائل شده برای پدران و مادران که در آموزش فرزندان خود از بنیادهای اندیشه و منش ایران شهری و ایرانی ما استفاده بشه. خردورزی، آزادگی، دهشمندی، دادگری، آبادگری، رواداری نسبت به همه انسان‌ها و همه هستی همگام و همراه با هنجاری است که جهان بر اون آفریده شده و زرتشت به عنوان یک فیلسوف جهانی با اندیشه و گفتاری که جهان شمول و زمان و مکان خاصی رو نداره، توانسته الهام بخش بسیاری از فلاسفه غرب و شرق بشه و حتی تمام اصولی که در اندیشه و باورهای زرتشت آمده اصولی است که همین امروزه هم در جهان تغییر ناپذیر مونده و مردم بسیاری در جهان از همین اصول استفاده میکنن برای بهبود وضع کشورشون و جوامعشون، همونطور که قبلا هم در گفتگوهای پیشین گفتیم. حتی در تاریخ آمریکا میبینیم در نوشتن تا قانون اساسی آمریکا از اصول و باورهای ایرانیان استفاده شده، از سیوس‌نامه استفاده شده و نکات تربیتی و نکات عقیدتی و بینش‌های ایرانی در اون گنجونده شده. از این روی ما ایرانیانی که از چند هزاره پیش از اسلام تا پیش از ورود عرب به ایران ازشون هر چی که مانده، تمام مدارک و اسناد نشون میده که ایرانیان خانه، زنان و فرزندان رو کانونهای مهرورزی میدونستن و پرورش و اهمیتی که برای مادران در پرورش کودکان قائل بودن بسیار بسیار زیاد بوده. از این روی هم مادرها و زنان در ایران همواره احترام و ارج و جایگاه بسیار بسیار بالا و خاصی داشتن، به خاطر اینکه میدونستن تربیت نسل بعد به عهده این مادرانه. کودکان از کودکی در ایران در پیش از اسلامی ها مختن که حتی با تفاوت سن کم بایستی به بزرگتر خودشون احترام بگذارن و حرفشون رو گوش کنن و به اونها پرخوش و بی احترامی نکنن و از سوی دیگه بزرگترها این وظیفه پرورش، رسیدگی، آموزش و برآورده کردن نیازهای کودکان رو به عهده داشتن و در برآورده کردن نیازهای جسمی و روحی کودکان از هیچ کاری مزایقه نمی کردن و ما می بینیم که به فرزندانشون می آموختن مثلا بر سر سفره غذا که می نشینن تا موقعی که بزرگترها شروع نکنن بر سر سفره بیان و غذا خوردن رو آغاز بکنن، کودکان جلوتر از اونها غذا نمی خوردن و ناپسند بوده، پاشون جلو بزرگترها دراز نمی
نمی کردن، بی احترامی نمی کردن، جواب بر نمی گشتن بدن که توی روی بزرگترشون وایسن و از هر نظر یک احترام و منر یا اون منشی که ما به اصطلاح به فارسی به منر انگلیسی میگیم منش، اون منش رو آموزش میدادن به کودکان و ازشون میخواستن که در زندگی روزانه اینها رو به کار ببندن. از سوی دیگه ما میبینیم که به کودکان آموزش داده میشد که با یکدیگر و با دیگران و با خواهر برادراشون و با همبازیاشون دهشمندی داشته باشند و زندگی گروهی و زندگی جمعی رو یاد بگیرند و در جامعه به گونه زندگی کنند که دوست دارن باهاشون رفتار بشه و دیگران باهاشون اون مدلی زندگی کنن. بنابراین یکی از بزرگترین درس‌های تربیتی که ایرانیان به فرزندانشون میدادن این که هرچه برای دیگران نمیپسندی برای خود نپسند، یا هرچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. یعنی اینکه نگاه دادگرانه و نگاه انسانی و نگاه به اصطلاح مترقی داشته باشن به اطراف خودشون و برای همه روادار باشن و حق زندگی و حق رسیدن به خواسته هاشون رو قائل باشن، حتی برای گیاهان و جانداران و هر آنچه که در هستی وجود داره، تا هماهنگ با هنجار هستی یا همون عشا زندگی در جریان قرار بگیره. برنامه امروز مهمان گرامی برنامه ما خانم دکتر الیکا بقایی هستند که من در برنامه‌های پیشینم با ایشون گفتگوهای بسیار جالبی داشتم در مقوله‌های گوناگون نگاه‌های زرتشتی و ایرانی به قسمت‌های مختلف زندگی، وجه‌ها و جنبه‌های مختلف زندگی. امروز درباره همین اهمیت تربیت و پرورش کودکان ایرانی با نگاه ایرانی و اهمیتی که حفظ این فرهنگ داره و اینکه چگونه ما اینها رو به فرزندانمون انتقال میدیم گفتگو میکنیم. درود بر شما خانم دکتر بقایی، خیلی خوش آمدید. درود بر شما آرتمیس عزیز و گرامی، خوشحالم که بار دیگه فرصتی شد تا بتونیم یک برنامه دیگر رو در خدمت شما و عزیزان باشیم. خیلی سپاسگزارم. الیکا جان، من میخوام از شما بپرسم ببینم که شما در خود گادها و کلن در حالا قسمت های مختلف اوستا که نگاه های ایرانی همش در اون منعکسه، چه دیدید در مورد شیوه نگاه و زندگی ایرانیان که به فرزندانشون منتقل میشده؟ خب من پیش از اینکه بخوام اشاره به خود اوستا و زرتشت بکنم، میخوام یکی از سنگ، یعنی در واقع یک متن، یکی از سنگ نوشته های فارسی باستان رو که بسیار هم حتما شنیدید و گوش آشنا هستش تکرار کنم و بعد از اون به در واقع موضوع بحث وارد بشم. اون کتیبه این هستش که میگه خدای بزرگ از اهورامزا که این آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. ما وقتی به این کتیبه نگاه میکنیم میبینیم که هیچ چیزی برای انسان گفته نشده به جز شادی. یعنی هدف نهایی برای هر انسانی باید شادی باشه. حالا اینکه این شادی چطور به دست میاد و در واقع اینکه یک شادی هستش که از درون انسان میاد نه الزاما از بیرون، بحثی نمیخوام بکنیم، ولی تأکیدی که گذشتگان ما بر روی شادی داشتن نشون میده که چقدر این عنصر با ارزش بوده. و وقتی که ما نگاه میکنیم به جشنهای ایرانی، ما ماهی یک بار فقط جشنهایی رو داشتیم که در اون عناصری رو ستایش میکردن که بیشتر اونا خیلی اوقات عناصری بوده که با طبیعت، با زندگی انسانها آمیخته بوده. یک نقطه که چندی پیش من با دوستان دور هم جمع شده بودیم و به اون اشاره میکردم این هستش که چرا امروز برخی از جشنهای ما
در تقویمی که خب در واقع ریشه زرتشتی داره. به هر حال نام ماهای ما از تقویم زرتشتی گرفته شده و جشنهای تاریخی ما بعضی هاشون موندن و برخی از اونها از بین رفتن. اگر نگاه بکنیم میبینیم که جشنهایی که در اونها عناصری جدید وارد میشه، عناصری که تازگی بخش هستن و به ویژه عناصری که برای فرزندان یعنی نسل‌های جدید یا میراث‌بران فرهنگی ما تازگی داره باقی موندن. نوروز برای نمونه، میدونیم که اصل نوروز اون تحریک هایی هستش که بچه ها در اون نقش دارن، اون فرایند هایی هستش که برای بچه ها تازگی داره. شب یلدا، چهارشنبه سوری، تمام اینها جشنهایی هستش که تا امروز باقی موندن و وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که زمانی که ما به پیشواز این جشنها میبینیم چقدر طولانیه. حالا اگر ما یه تطبیق بدیم این جشنها رو با جشنهایی که در خارج از ایران برگزار میشه، ما برای نمونه در همین آمریکا من میخوام مثالهایی رو من میدیدم و میگفتم چقدر جالبه که اینها به چه شکل به بچه هاشون این عناصر رو منتقل میکنن. یعنی در فاصله بین دو جشن ما چیزهایی رو میبینیم که مربوط به همون جشنه، عناصر رو به شکل‌های مختلف به شکل‌های چشمگیر میسازن و در جلوی چشم بچه ها قرار میدن. حالا میخواد با خوردنی های مختلف باشه، میخواد با وسایل تزئینی باشه و این رو بچه ها میبینن و به تدریج آشنا میشن. برای همین وقتی که یک جشنی برگزار میشه در واقع یک پیوند بین نسل نگه دارنده و نسلی که قرار در آینده اون جشن را نگه داشته باشه میبینیم در اونها. این چیزیه که ما در فرهنگ غنی زرتشتی داریم، اونو میبینیم. حالا میخواد اون مراسم سنتی زرتشتی باشه و میخواد اون چیزی باشه که از طریق در واقع متون زرتشتی به ما رسیده. وقتی که ما تکرار در واقع مزامینی رو میبینیم که با عناصری آشنایی دارن، ما میدونیم که برای نمونه وقتی که گاتها رو میخونیم در همه جا گفته شده که این بندها اشاره به داستانهایی داره که مطمئنن شنوندگان اونها از قبل اونو میدونستن. یعنی تنها ما جملاتی رو یادآوری میکنیم، ما اشاره به یک اسطوره‌ای میکنیم که مردم اونو بارها و بارها شنیدن و این باعث میشه تا اونها یادآوری بشه براشون. وقتی که ما از امشاسپندان یاد میکنیم، وقتی که ما میایم و شیوه ستایش رو میگیم، وقتی که در مورد رفتار با حیوانات و روش کار بر روی زمین احترام به این عناصر در گاتها میبینیم و تکرار میکنیم، در واقع داریم یک نوع عمل آموزشی رو هم در این حال انجام میدیم و این خیلی مهم هستش که ما این رو بدونیم که این نقش اساسی تحول در جامعه و نقش آموزشی رو فرزندان ما هستن بر عهده دارن و باید اونها رو برای بچه ها تکرار کنیم. خیلی از ما میگذاریم و فکر میکنیم که بهتر بچه به یک سنی برسه که متوجه حرف زدن بشه و بعد بگذاریم تا بهش آموزش بدیم، ولی این کاملا غلطه. بچه باید مثل زبان مادری، مثل اون اعضای خانوادگی که از بچگی چشمش و گوشش با اونها آشنا میشه، از بچگی اونها رو بشنوه. اگر ما میخوایم چیزی رو به بچه یاد بدیم، اگر میخوایم زبان مادریش رو یاد بگیره، باید از همون بچگی با اون به زبان مادری صحبت بکنیم. خب من میخوام که بحثم خیلی طولانی نشه، در ادامه من مثالای از این دست رو بیشتر میگم. آرتمیس جان، شما اگر پیش از این وارد بحث جدید بشم بحثم بدیم. دکتر بقای گرامی، همون جوری که شما اشاره کردین واقعا خیلی اهمیت داره که بچه های یک سرزمین با تاریخ و فرهنگشون واقعا آشنا باشن. ما همین امروزه چند درصد از بچه های ایرانی رو میبینیم که قهرمانان ملی و تاریخی خودشون رو، اسطوره های ایرانی رو بلد باشن پیش از اینکه نام سوپرمن و بتمن رو یاد بگیرن؟ چند درصد از بچه های ما میدونن قهرمانان شاهنامه که بودن و چه کردن و روابط و نسبت های اینها با هم
چه بوده و ما چه سرگذشتی برمون رفته بر این ملت و نیاکانشون و این کشور چه گذشته. این خیلی خیلی اهمیت داره. برای چی؟ برای اینکه ما ارزش ها رو از طریق داستان ها، ارزش ها رو از طریق تعامل و کنش و واکنش با بچه هامون به اونها یاد میدیم. در واقع بچه های ما اون چیزی هستن که ما در زندگی جلوی اونها نمایش میدیم، از خودمون به اجرا و به عمل در میاریم و اونها اونو میبینن، نه اون چیزی که ما آرزو داریم بچه همون باشه. بچه های ما کارهای ما رو میبینن، توجه ما رو میبینن به زبان، به فرهنگ، به تاریخ، به نحوه معاشرت، به رفتار اجتماعی درست، راست گفتن و دروغ گفتن ما رو میبینن و از ما الگو برمیدارن، انسان خوب بودن یا بد بودن ما رو نگاه میکنن و از ما الگو برمیدارن و به طور کلی اون چیزی که ما امروزه در جامعه ایرانی میبینیم واقعا اون چیزی نیست که در نیاکان ما، بین ما و نیاکان ما فاصله که هست بسیار بسیار زیاده و متاسفانه ما اون ایرانیانی نیستیم که در شاید پیش از اسلام بودیم. ایرانیان در پیش از اسلام به اندازه بر راستگویی، راستکرداری و وعده و بر پیمان و قول خود ماندن اهمیت میدادن که اگر شنیده باشین میگفتن اینقدر ایرانیان استوار بودن بر حرفشون که زبان زد بودن در جهانشون، در جهان. و کسانی که خارجی هایی که به ایران میمدن، حالا یونانی ها، رومی هایی که در جنگ با ایران بودن یا سفر میکردن به ایران یا به حال افرادی که به ایران میمدن، آنچه که از ایرانیان در تاریخ های یونان و روم نوشته شده و به دست ما از طریق اونها رسیده، میبینیم که میگن ایرانیان چنان اهمیتی بر سوگند و وفا و عهد و پیمان قائل بودن که اگر کسی میخواسته یک قولی به کسی بده، یک تار از ریشش رو میکنده و پیش یک نفر گرو میذاشته و از اینجا میاد، میگن اون ریش گرو گذاشتن اینجا میاد، یعنی یک تار ریش افراد به اندازه 10 تا سند محضری و پیمان نامه مکتوب اهمیت داشته. بنابراین ببینیم ما چه انسانهای شرافتمند، راستگو و راستکرداری بودیم که در جهان از ما به این عنوان یاد شده. از سوی دیگه ما میبینیم که، و از همین رو هم بوده که شما میبینید اینقدر پیمان اهمیت داشته که پیمان زناشویی رو به صورت حلقه در دست هم میکردن و میگفتن این حلقه رو برای اینکه یک دایره است و هرگز نمیشکنه، جایش مقطع نیست، یعنی ما همواره بر این پیمان استوار میمونیم و حلقه ازدواج رو ما ایرانیان اصلا به خاطر نگهداری پیمان هامون ایجاد کردیم و وفای به عهدمون. و از همین روی هم بوده به خاطر نگاه برابر زن و مرد در ایران در اندیشه به خصوص زرتشتی هم میبینیم، هر کس که این پیمان رو میشکسته، پیمان زن و شوی رو، بعد به نفر مقابل خسارت پرداخت میکرده. و از همین روی هم ما چیزی تحت عنوان مهریه‌ای که الان هست به این معنی نشدیم که فقط مال زن باشه. مرد هم اگر که زنی میخواسته جدا شه و موجب شکستن یک پیمان میخواسته بشه، میتونسته از زنش درخواست مهریه و خسارت بکنه. از سوی دیگه به خاطر همین نگاه برابر زن و به زن و مرد، ما میدیدیم که کودکان رو، دختر بچه ها و پسر بچه ها رو عین هم بزرگ میکردن. یعنی ما آموزش تیراندازی یا سوارکاری یا خواندن و نوشتن رو هم به دختر میدادیم و هم به پسر. از این روی هست که در تمام تاریخ ایران ما دلاوران زن بسیاری میبینیم، جنگجویان زن بسیاری میبینیم و این نشون میده که ما زن رو فقط به صورت یک موجودی که باید تو خونه بشینه و فقط زادآوری بکنه و فقط غذا بپزه و ظرف بشوره نمیدیدیم. زن در اجتماع ما این مرد، برابر با مرد کار میکرده، زندگی میکرده، حقوق مساوی داشته و البته ناگفته نماند نقش بسیار مهم تربیت فرزندان و انتقال تمام باورها، ارزشها و ضد ارزشها رو به نسل بعد داشته انجام میداده. یکی از نکات بسیار بسیار مهمی که ما در آموزه‌های زرتشت میبینیم این که همواره به ایرانیان، به فرزندان این سرزمین میآموختند که شما باید برای فامیل خانوادتون و برای
محلتون، آبادیتون، شهرتون و کشورتون، همه آن چیزی رو انجام بدید که در توانتون هست و شما باید همه وجود خودتون رو درگیر اطرافیان و خانواده و کشور خودتون بکنید. این نکته بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه ما ایرانیان به صورت زندگی گروهی به هم بسیار یونیتی یا اتحاد یا پیوند داشتیم. ما ایرانیان از هم دیگه مراقبت می‌کردیم. ما ایرانیان برای سرنوشت همشهریمون، هم آبادیمون، هم روستاییمون یا هم کشورمون، هم وطنمون، هم میهنمون اهمیت داشته. برعکس نگاهی که شما در غرب میبینید که نگاه خودمحور و نگاه ایگویستیک یا به اصطلاح فرد فقط به خودش فکر بکنه و به جاه طلبی های خودش و به خواسته های خودش و به نیازهای خودش اهمیت بده، ما چه این چیزی نبودیم. ما باور به خیر همگانی و خوشبختی همگانی و خود رو فدا کردن برای مردممون، برای خانوادمون، برای دوستمون، برای شهر و کشورمون داشتیم و این تفاوت بسیار مهمی است که امروز متاسفانه ما در ایران نمی‌بینیم. یعنی ما اون توجهی که باید، ارق ملی که باید نشون بدیم نداریم. ما خیلی اوقات از توی خیابون و کوچه بی تفاوت به کسی که حتی اونجا داره با چاقو یک کسی دیگه کشته میشه، ما بی تفاوت رد میشیم. ما بی تفاوت به کسی که افتاده کنار خیابون سکته کرده ممکنه رد بشیم، اصلا نگاهی هم نندازیم. ما به دو نفری که دعوا میکنن در خیابون، یک زن و شوهری دارن که متاسفانه این روزا زیاد هم دیده میشه در ایران، دارن دعوا میکنن و دعواشون تو خیابونه و حتی به کتک و کتککاری و درگیری فیزیکی هم میرسه، ما بی تفاوت رد میشیم. این مردم مردمی نیستن که در پیش از اسلام در ایران وجود داشتن. چرا؟ برای که ما یادمون رفته که باید این ارزش ها رو به فرزندانمون آموزش بدیم. ما دیگه به بچهای خودمون آموزش نمیدیم که تو مسئولی در برابر دوستت، هم کلاسیت، تو مسئولی در برابر خواهر و برادرت، تو مسئول در برابر هم شهری خودت. اگه کسی نیاز به کمک داره ما باید دستش رو بگیریم، باید کمکش کنیم. اگه کسی جانش در خطره میتونیم کاری بکنیم، باید بکنیم. اگه میتونیم دهشمندی بکنیم، شکم گرسنه‌ای رو سیر کنیم، بکنیم. و دقیقا این اتفاقی است که در پیش از اسلام نمیافتاد. ما در جشن‌ها و مراسمی که هر ماه در ایران ما مناسبت‌های گوناگون و جشن‌های بیشماری در ایران داشتیم، در مناسبت‌ها و جشن‌ها مردم برای چی این اتفاقات میافتاد که جشن ها برگزار شه؟ برای که مردم رو در کنار هم نگه داره. مردم در کنار هم وای میستادن، همه غذا میپختن، همه غذا رو همونجا میخوردن، مینوشیدن، پاکوبی میکردن، جشن میگرفتن و اگر کسی نیازی داشت دهشمندی بهش میکردن و مردم هوای همدیگر رو داشتن. اتفاقی که متاسفانه امروز در ایران کمتر میبینیم بیفته و البته هست هنوز، ولی منظورم اینه که ما انتقال این ارزش ها رو به فرزندانمون کمرنگ انجام میدیم. نگاه بسیاری از ما ایرانیان فقط به خاطر مسائل اقتصادی هم این نیست. شما در کشورهایی میبینید که حتی خیلی فقیرتر از ایران هستن، ولی این نگاه غیر ماتریالیستیک یا غیر مادیگرا در بینشون وجود داره و الفت و انس و عاطفه وجود داره. و متاسفانه ایران امروزه توجه اینقدر زیاد به کلاه خود رو چسبیدن، زرنگی کردن، از وسط مخمصه خود رو در بردن، حتی دروغگویی یک مسئله عادی بودن در جامعه، کلاهبرداری یک مسئله بسیار زیاد و متداول شدن در جامعه. این جامعه، این ایرانی ها اون ایرانی ها نیستن و ما اون پدر و مادرهایی رو نمیبینیم که با تاکید، با اهمیت بسیار، با پافشاری ارزش ها و نگاه ایرانی رو به بچه‌هاشون منتقل میکردن. حالا من اینجا از خانم دکتر بقایی میخوام اگر که صحبتی دارن، نظر خودشون رو در این ادامه برنامه بگن که من بتونم یک چند جمله پایانی رو بگم و برنامه رو ببندیم. من فقط یه نکته کوچیک رو در ادامه صحبت شما بگم که یادم افتاد. وقتی ما در گاتها و در کل عبستا کلن به ویژه در گاتها از یک ایزد نام میبریم و اون رو تبدیل به یک عنصری میکنیم، برای نمونه مثلا امردار.
مثلا نمیدونم پیمان و خیلی از اینها جالبه که این عناصر دو جنبه داشتن، یکی جنبه مادی و یکی جنبه معنوی. یعنی ما وقتی که برای نمونه میگفتیم پیمان، وقتی همزمان ایزد مهر و پیمان هر دو در خاطر مجسم میشد. برای همینه که با وجود اینکه گفته میشه که در گاتها نام خدای مهر آورده نشده، ولی ما میبینیم که شکل دیگر اون، این معنای دیگر اون به معنای پیمان در گاتا دیده میشه. یعنی اینکه همزمان دو چیز که میتونه احترام بخشیدن به یک عنصر رو همزمان نشون بده آموزش داده میشد، یعنی زمین و ایزد زمین، پیمان و خدا ایزد پیمان و ایزد گیاهان و گیاه همزمان بوده، که این خیلی مهمه. چون وقتی ما در طبیعت با طبیعت به عنوان یک چیز زنده برخورد میکنیم، با یک چیزی که میتونه مثل یک ایزد نگهبان ما باشه، میتونه به ما برکت بده به اصطلاح، و میتونه از ما عصبانی باشه، چنین نگاهی رو داشته باشیم، یک نوع آموزش اساسی همزیستی با طبیعت رو هم داریم میبینیم و این خیلی مهمه. نکته دومی که باید در نظر داشت، همونجور که شما گفتین، یه سری تعارفات متاسفانه تحت تاثیر فرهنگ غربی یا در واقع مهاجران ایرانیه، خیلی از مهاجران ایرانی سفر کرده به غرب، ما چیزهایی رو داریم باب میکنیم، در واقع رواج میدیم که با فرهنگ ایرانی جور در نمیاد. و یکی از همین ها مثل احترام گذاشتن تعارفات بوده، که تحت عنوان اینکه تعارف نکنیم ما اروپایی شدیم، یا مثلا تعارف نکنیم ما آمریکایی شدیم، خب خودتون بردارین، به بچه ها یاد میدن که خب اصلا همین احترام گذاشتن از بین رفته. اینکه ما یاد بگیریم به قول شما پیش از بزرگترها چیزی رو نخوریم، یا برخی احترامات رو نگه داریم، یا اندازه خوردن غذا، یا خیلی چیزهای دیگر از این دست رو رعایت بکنیم، چیزی بوده که متاسفانه با فرهنگ غربی شاید کمی ناسازگار بوده. و حالا به هر دلیل، شاید برای مردم غرب اون خوب بوده، اون شیوه زندگی، ولی ما باید یاد بگیریم که اگر ما میخوایم فرهنگ ایرانی رو داشته باشیم، باید به اینجور چیز هم احترام بذاریم و هیچ وقت نباید اونها رو در یک جا جمع بکنیم. یکی از این چیزهای دیگهی که ما باید در نظر داشته باشیم اینه که وقتی که ما میگیم تعارف و احترام گذاشتن، اینو نباید به این معنی بگیریم که متاسفانه یک کار دیگه که من دارم میبینم که زیاد میشه این هستش که ما همیشه به بچه‌هامون یاد میدیم و میگیم که کوچیک‌تره ولش کن، بزرگتره احترام بذار، هیچی نگو. و این به این شیوه ما به بچه‌ها، البته به این شیوه ما داریم به بچه‌ها یاد میدیم که از حق خودشون دفاع نکنن، در حالی که ما میتونیم همزمان به اونها یاد بدیم که خب به بزرگتر احترام بذار، ولی تو درست میگی، ولی اون بزرگتره، فراموش نکن، میتونی چشم پوشی بکنی. یعنی ما این جمله رو فراموش کردیم و برای همین بچه‌های ما دارن تبدیل به بچه‌هایی میشن که خیلی راحت در گرفتن حق خودشون نیستند، و این باید در واقع یک نوع تغییر رو درش ببینیم. یکی دیگه از مسائلی که اون در بحث قبلی میخواستم ادامه بدم، بحث زبان هستش، که من باید این رو جدا کنم به ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان داخل. متاسفانه ایرانیان خارج از کشور از ترس اینکه فرزندانشون نتونن با جامعه غرب همخوان بشن، تلاش میکنن از همون بچگی زبان دیگری، زبان مثلا انگلیسی رو با بچه‌هاشون صحبت کنن، و این تأثیری که میذاره اینه که زبان مادری اونا و زبان فارسی از بین میره. شما نمیتونی منتظر باشین تا در آینده بزرگ بشه و در جامعه‌ای که همه چیز
به زبان انگلیسی مثلا، حتی به زبان آلمانی، به زبان فرانسوی، بچه شما بیاد و زبانی که فقط دو نفر پدر و مادرش رو چند از چند نفر دوستانش رو صحبت میکنن یاد بگیره. شما باید از همون بچگی میراثدار زبانتون باشید، میراثدار فرهنگتون باشید. و شما اگر در خارج از ایران هستید، فقط دوره پیش از دبستان اون رو فرصت دارید برای انتقال زبان و فرهنگتون. در داخل ایران کار دیگری میکنن. اگر آرتمیتا شما دیده باشین، دارن برای آموزش زبان انگلیسی فلش کارت هایی رو آماده میکنن که روی اون، یعنی بچه پیش از اینکه بخواد زبان فارسیش رو درست صحبت بکنه، روی این کارت ها به زبان های انگلیسی مینویسن. یعنی میخوان به این شیوه به بچه یاد بدن. اینو باید بدونیم که ما اگر هم میخوام از بچه یه زبان دیگری رو یاد بگیریم، اون زبان باید به صورت خودآموز در واقع بچه یاد بگیره، همونطور که زبان مادریش رو بدون دستور زبان، بدون واژه آموزی، از روی گفتگو تنها یاد میگیره. ما میتونیم با نمایش یک فیلم، یک عکس اجازه بدیم بچه خودش رو یاد بگیره. چون اگر بچه ها موجوداتی هستن که اگر بدونن که پدر و مادرشون واژه‌ای رو میدونه غیر از واژه‌ای که در واقع زبان مادریش هست، غیر از زبان فارسی، و خب در اینا یه جورایی مثل حالت کلاس گذاشتن شده و در غرب یک جوری مثل اینکه جدا از جامعه نبودن، به این دلیل بچه تلاش میکنه تا اون واژه رو به کار ببره. و اگر بدونید که شما اون واژه رو به شکل انگلیسی یا زبان دیگه به ویژه انگلیسی میدونید، حتما اون واژه رو بیشتر به کار میبره. چرا ما باید اجازه بدیم با دست خودمون این زبان ها از بین برن؟ یکی از کارهایی که داره انجام میشه. خب میخوام برگردم به همون بحثی که داشتیم در مورد همیسا و بحث آموزش های زرتشتیش، و همین در واقع همون تقویممون رو دوباره یادآوری بکنم. وقتی که ما میبینیم که چقدر عناصری وجود داره که ما میتونیم در داستان های خودمون، در داستان ها لالایی های خودمون، اونها رو به بچه ها آموزش بدیم، مثلا به شکل واژگی فروهر ها رو بر زمین بچه همون بهش داستان بسازیم یا بگیم تا اونها یاد بگیرن. بذارین همون جوری که در گذشته بچه ها به گوششون آشنا بود، وقتی که ما در فرهنگ زرتشتی فروردین یشت رو میخونیم، ما میدونیم و خیلی از یشت های دیگه داستان هایی رو در خودشون داشتن که همونطور که گفتم این داستان ها رو شنونده ها میدونستن، با اون بزرگ شده بودن، تربیت یافتن. وقتی که در یک مراسم نیایش حاضر میشن، اونها نیازی نیستش که به اون فکر کنن که این چی بود چی هست، اونها اون رو از پیش میدونستن چون برای اونها تکرار شده. اگر ما میخوایم فرهنگ رو جا بندازیم، از همون بچگی سعی کنیم اون عناصر رو یادآوری بکنیم. این داستان ها رو میتونیم از کتاب ها بکشیم بیرون، اسطوره ایزدا برای نمونه، تقریب فنسا رو حتما شما میدونید، اسطوره مثلا تیشتر رو میتونیم خیلی راحت به اونها بگیم، اسطوره باران، ایزد باران، و خیلی هم زیباست. قهرمان هایی رو داریم که میتونیم از اونها یاد بکنیم. و به نظر من ما یکی از چیزهایی که میتونیم یاد بگیریم در مورد فرهنگ خوب و بد بودنه، این که ما یاد بگیریم که قضاوت رو به بچه هامون بسپاریم و اجازه بدیم که اونها تصمیم بگیرن در مورد یه چیزی که خوبی و بدی تعریف میشه. همونچنان که داستان دا و داستان، این نمونه داستان مینوهای خوب و بد، سپنتا و انگرم مینو، در واقع مینوی فزاینده و مینوی نابودگر، چیزهایی هستن که به بچه ها کمک میکنن. وقتی که ما بگیم همزمان هر دوی اینها میتونه در اندیشه تو، در بطن تو وجود داشته باشه، و این تو هستی بمیدین یکی از اینها رو بکشی بیرون و قوی تر بکنیم. اینها چیزهایی هستش که به نظر من میشه در اون تاکید کردش. خیلی ازتون سپاسگزارم خانم دکتر بقایی، برای اینکه در این برنامه بودین و با من همراهی کردید و گفتگوی بسیار خوبی رو هم داشتیم. نکته که این در پایان برنامه میخوام بگم اینه که یادمون باشه ایرانی بودن فقط به معنی غذای ایرانی خوردن، ایرانی بودن فقط به معنی نوروز و چهارشنبه سوری رو جشن گرفتن نیست.
ایرانی مفهومی داره، فقط ایران یک خاک نیست، این مردمی که تو اون کشور هستن که یک هویت رو میدن به اون کشور. و اگر ما میخواهیم درست زندگی کنیم، اگر میخواهیم راه به پیشرفت و آبادانی و آسایش و در جهان دوباره سربلند بودن ببریم، از تربیت شروع میشه، از همون دو سالگی کودکان امر و نهی و پرینسیپل کردن یا تربیت پرورش دادن بچه شروع میشه، بکن نکنها، ارزش ها رو ایجاد کردن، نگاه خود ایرانی خودمون رو، نه نگاه اسلامی که به هویت ایرانی ارتباطی نداره رو انتقال دادن، بچه ها رو از خرافه دور کردن، بچه ها رو به راستگویی عادت دادن، به انصاف و دادگر بودن، به اینکه با دیگران قسمت کنن، سهیم کنن و اجازه بدن هر چیزی رو که دارن دیگری هم از اون بتونه بهره ای ببره و حداقل بتونن با همکاری با هم از خوشبختی ها و امکانات یک کشور استفاده بکنن، اینها خیلی اهمیت داره. قهرمانان ملی ما رو باید فرزندانمون بشناسن پیش از اینکه کارتون های والت دیزنی و کاراکترهای یا شخصیت های هالیوودی رو بشناسن. باید ایرانیان بدونن که زیارتگاه هاشون، پرستشگاه هاشون رو به کدام سوس، ما چه کسانی رو داریم میپرستیم که نباید بپرستیم و چه کسانی رو اهمیت نمیدیم که قهرمانان ملی ما هستن و مقبره هاشون یا فراموش شده، خاک میخوره یا از بین رفته. بدونیم که اون جایی که ما باید نگهداری کنیم خانه فردوسیست، نه امامزاده هایی که اصلا معلوم نیست کی هستن، از کجا آمدن و به کجا رفتن. بدونیم که بچه های ما باید نخست فارسی گویی رو یاد بگیرن، بعد زبان های دیگه. با بچه هامون با واژه های زیبا صحبت کنیم، ادبی صحبت کنیم، آموزش بهشون بدیم، منر و منش داشته باشن، با بزرگترهای خودشون رفتار درست داشته باشن، در اجتماع، در کوچه، در مدرسه کلمات زیبا به کار ببرن، با پرنسیپ زندگی کنن، اخلاق گرا باشن و آزاده باشن و خودشون و روحشون و زندگیشون رو به هیچ بهایی برای کارهای نادرست و منفی نفروشن. بتونیم عنصر ایرانی که پیش از اسلام بودیم رو دوباره زنده کنیم در اجتماع کنونی. در پایان از همه کسانی که به این برنامه توجه میکنن خواهش میکنم که همیاری مالی کنید برای برنامه زرتشت، نگهداری برنامه هایی که شما و فرزندان شما رو میتونه کمک کنه، آموزش درست بده، شما رو با خودتون دوباره پیوند بده، با هویت ایرانیتون و با اون چیزی که از ما یک ملت جاودان هزاران ساله ساخته، بتونید حداقل اینجور برنامه ها رو حمایت و حفاظت و نگهداری کنید و ادامه بدید. خیلی ازتون سپاسگزارم و امیدوارم که شما رو و مشارکت بیشتر شما رو و پیشنهادات و نظرات شما رو برای این برنامه ببینیم و بشنویم. سپاسگزارم و تا برنامه آینده، خدا نگهدار.